روحانی رئیس جمهوری ایران روز 5 شنبه در روز صنعت دفاعی و مراسم رونمایی سامانه موشکی باور 373 با اشاره به قدرت سامانه جدید هوایی آن را هدیه از سوی نیروهای مسلح به مردم ایران دانست وی در ادامه اظهاراتش با بیان این موضوع که آمریکا از سال 96 توطعه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و ابتدا با جنگ روانی و سیاسی و سپس با جنگ اقتصادی مقابله با ایران را آغاز کرده است اظهار داشت جمهوری اسلامی تا کنون در برابر توطئه دشمنان غمناک نشده و با روحیه لازم توانسته در برابر توطئه ها بیستد. حسن روحانی درگیری ها و اعتراض های خیابانی سال 96 را یکی از موارد مقابله آمریکا علیه ایران عنوان کرد و اظهار داشت این درگیری ها با هماهنگی و تدبیر مسئولان اقدامات امنیتی، انتظامی و نظامی طی کمتر از پنج روز به هم پیچیده و تمام شد. رئیس جمهوری همچنین خروج آمریکا از برجام را عهد شکنی و تحریم های این کشور علیه ایران را تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران دانست و گفت آمریکا با این اقدام قوانین و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته است. به یفسود آمریکا گمان می کرد با این اقدام می تواند ایران را با این خروج و تحریم تحت فشار قرار دهد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش گفت یکی از سران کشورهای اروپایی سال گذشته در یک اجلاس بینالمللی به او گفته است آمریکا از اروپا خواسته تا سه ماه با آمریکا همکاری کنند و در تحریم آمریکا علیه ایران به این کشور کمک کنند تا بعد از سه ماه اثری از جمهوری اسلامی در منطقه نباشد. حسن روحانی خاطر نشان کرد وی به این مسئول اروپایی گفته است جمهوری اسلامی صدها سال پابرجا و مستحکم تر از دیروز خواهد ماند وی همچنین اظهار داشت آمریکا در سال 97 توطعه اقتصادی علیه ایران را رقم زده و موجب ایجاد عدم تعادل در بازار شده است اما مردم با آگاهی و هوشیاری توانستند در مقابل این تحریم ها ایستادگی کنند روحانی با اشاره به اینکه آمریکا تمام نیروهای امنیتی و نظامی خود را در منطقه بسیج کرده تا فعالیت‌های تجاری و بین‌المللی ایران را کنترل کند، اظهار داشت ضعیفتر و منزویتر از آمریکای فعلی از لحاظ سیاسی و حقوقی در تاریخ وجود ندارد. بی، نگرانی آمریکا از فراهم شدن امکان فروش سلاح برای ایران در سال آینده را نشانه بیچارگی آمریکا دانست و حضور رئیس جمهوری آمریکا به جای وزیر امور خارجه این کشور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را نشانه ضعف و بیچارگی آمریکا دانست و اظهار داشت آمریکا شکست خورده و جمهوری اسلامی در این میدان موفق شده است. وی همچنین اظهار داشت در تابستان سال گذشته ایران حتی یک لحظه هم خاموشی برق نداشته است حسن روحانی همچنین با بیان این موضوع که به برکت صرف جویی و بارش های آسمانی مردم در سراسر سر کشور مشکل آب هم نداشتند افزود همه آمار و ارقام میگوید جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف پیشرفت قابل ملاحظه داشته است بی از آمریکا به این دلیل که فقط منافع کشور خود را در نظر میگیرد و در موضوعی مانند امنیت آبراهه خلیج فارس به منافع دیگران توجهی ندارد انتقاد کرد او با اشاره به اقدام آمریکا برای خرید گرینلند از دانمارک اظهار داشت آمریکایی ها فکر می کنند باید همه سرزمین های دنیا را به زور بخرند یا تصرف کنند. روحانی یادآور شد جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا فقط منافع خود را در نظر نمیگیرد و در مبارزه با تروریسم معتقد است باید به همه کشورهایی که مورد تجاوز تروریست ها قرار گرفتند کمک کند وی افزود تغییر رژیم ایران یک خیال واهی بود که آمریکا تصور می کرد می تواند به آن جامعه عمل بپوشاند روحانی با اشاره به اینکه اگر آمریکا میخواهد با ایران وارد رابطه شود باید تحریم ها را بردارد و به حقوق و راه ملت ایران احترام بگذارد تأکید کرد ایران در مقابل زور تسلیم نمی شود. رئیس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه آبراه های بین المللی در همه جای دنیا باید برای همه امن باشد گفت اگر آمریکایی ها دست از تجاوز بردارند ایران آماده است تا امنیت را در آبراههای های بین المللی تأمین کند. وی بار دیگر با بیان این موضوع که ایران یک قدرت بسیار بزرگ تاثیرگذار و سرنوشت ساز در منطقه خاورمیانه میانه و به ویژه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان است تاکید کرد امنیت منطقه بدون ایران امکان پذیر نیست. در هفته دولت روحانی تلاش می کند تا با ارائه گزارش های مثبت در خصوص وضعیت زندگی مردم عملکرد خود را مثبت و اثر بخش نشان دهد اما به علت ارائه آمار و اطلاعات غیرواقعی و بزرگ نمایی اقداماتی که انجام نداده است تنها به بیاعتمادی بیشتر بین دولت و مردم دامن میزند تا عملکرد مثبتی از دولت به نمایش بگذارد در حالی که احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی به اتهام اخلال در بازار ارز در بازداشت به سر میبرد و محاکمه او به جرم اخلال در نظام ارزی کشور در جریان است سخنگوی دولت اعلام کرد این اقدامات و تصمیمات با هماهنگی دولت و بانک مرکزی و با دستور رئیس جمهوری انجام شده است دادستان ادعا کرده بود تصمیمات وی در خصوص مداخله در بازار ارز در افزایش نرخ ارز مؤثر بوده است. بر اساس اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت رئیس جمهوری در تاریخ 19 همه مهر ماه سال 96 و در پی نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهوری در خصوص وضعیت بازار ارز و ضرورت مداخله در بازار ارز آقای روحانی به معاون اول و رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور داده است تا بر اساس مفاد نامه برای کنترل بازار ارز اقدام کنند برابر اظهارات سخنگوی دولت گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی حاکی از آن بوده است که دستگاه های امنیتی و اقتصادی مسئول در این حوزه بر افزایش نرخ ارز و احتمال بروز بحران در این بازار خبر دادند و لذا بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله‌ای برای بحران آفرینی دشمنان در این بازار تاکید شده است. بر این اساس و بر اساس نامه ای که روز پنجشنبه منتشر شده است دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت رویارویی با سیاست های آمریکا و افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز تاکید شده است همچنین گفته شده است بر اساس گزارش های موجود اعمال این سیاست ها توانسته است موقعیت دولت در اجرای سیاست های ملی و ارزی را تضمین کند و به ضرورت مقابله با سیاست های تحریمی آمریکا که به قصد آشفتسازی و بحران آفرینی در اقتصاد کشور با محوریت ارز صورت می گیرد از سوی بانک مرکزی اشاره شده است. بنابر اظهارات ربیعی گزارش ها حاکی است که میزان موفقیت دولت در سیاست های ملی و ارزی آن قابل مشاهده است و مؤثر بوده است مداخله در بازار ارز از سیاست های دائمی جمهوری اسلامی برای کنترل قیمت ارز در بازار است که در دوره های مختلف و با افزایش نوسانات در بازار ارز و یا محدودیت منابع ارزی در اثر تحریم ها با اقدام به آن تلاش کرده است تا نوسان های ارزی بازار را تعدیل کند در دوره های مختلف که قیمت ارز ناگهانی افزایش یا کاهش میابد مردم بارها گفتند این نوسان ها نتیجه مداخله مستقیم دولت است و دولت هم همباره این ادعاها را تکذیب کرده است. از این اولین بار نیست که دولت و جمهوری اسلامی برای اجرای اهداف خود افرادی را مسئول انجام اقدامات فرای قانونی در شرایط تحریمی قرار می دهد. اما بعدتر و با تعدیل شرایط بازار و رفع برخی از مشکلات پیشین آنها را به بهانه مقابله با مفاسد اقتصادی در خصوص همان مواردی که از آنها خواسته بود مورد تعقیب و مجازات قرار می دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در مؤسسه امور بین الملل نروژ با بیان این موضوع که آمریکا به دنبال ماجراجویی در منطقه است اظهار داشت امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز بدون ایران امکان پذیر نیست ظریف با اشاره به توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس و با بیان این موضوع که مقصد نفتکش سوریه نبود اظهار داشت فروش نفت ایران غیرقانونی نیست وی بر ضرورت احترام به حقوق بین الملل تاکید کرد و ایران را قدرت بزرگ در خلیج فارس دانست و تاکید کرد امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز بدون ایران ممکن نیست. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دو سال مذاکرات و گفتگوهای بین وی و جانکری افسود جمهوری اسلامی نشان داده است که به مذاکره علاقمند است و از مذاکره نمی ترسد. وی بار دیگر با اشاره به خروج آمریکا از برجام و فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت این جنگ اقتصادی مردم عادی را هدف قرار داده است وی با اشاره به اینکه به جمهوری اسلامی ربطی ندارد که دولت در آمریکا عوض شده خاطر نشان کرد ایران به تعهداتش عمل کرده اما دیگر کشورها به تعهداتشان عمل نکردند ظریف همچنین اظهار داشت همه در اتاق مذاکره حضور داشتند و این آمریکا بود که از اتاق خارج شد وی افسود اگر آمریکا به تعهداتش در برجام عمل میکرد، کرد زمینه های دیگری هم برای گفتگو وجود داشت ظریف با اشاره به اینکه به اسکاندیناوی دعوت شده گفت علا رغم تحریم آمریکا وی همچنان به سفرهای خود ادامه می ظریف همچنین خاطر نشان کرد دارایی در خارج از کشور ندارد و تنها سلاح او صحبت کردن است او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ منافعی از برجام به دست نیاورده با اشاره به سفر خود به فرانسه برای دیدار با مکرون گفت وی در دیدار با مکرون درباره جزئیات پیشنهاداتی که مطرح شده با او گفتگو خواهد کرد این اظهارات در خصوص این موضوع که ایران قوی ترین قدرت منطقه است چند سال از توسط ظریف و دیگر مقام های جمهوری اسلامی به صورت مکرر ابراز می شود اما بنا به گفته تحلیلگران گرچه ایران قدرت منطقه ای قدرتمندی است اما به علت محدودیت روابط بین المللی نسبت به دیگر کشورهای منطقه جز در خصوص کنترل تنگه هرمز از قدرت بلفل دیگری در منطقه برخوردار نیست که بتواند قدرت ها و جریان های سیاسی در منطقه را به شکلی مسالمت آمیز تحت تاثیر قرار دهد. دستگیری های مدیران و مقام های ارشد جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در ادامه اقداماتی که برای بررسی عملکرد شرکت‌های خودروساز و تخلفات بازار خودرو انجام شده، دو تن از نمایندگان مجلس که نمایندگان زنجان و اپر هستند، به دلیل اخلال در بازار خودرو و به جرم نقشی که در اختلال در بازار خودرو داشتند، توسط قوه قضاییه بازداشت شدند. بنا به گفته علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این دو نفر به جرم مباشرت در برخی اقدامات منجر به نابسامانی بازار خودرو دستگیر شدند و بعد با قرار وسیقه یک میلیاردی آزاد شدند به نظر میرسد جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در این سطح گسترده مقامها و مدیران ارشد اجرایی در تخلفات و فساد گسترده اقتصادی نقشه با اهمیت و کلیدی دارند گرچه برخی عنوان می کنند این دستگیری ها و بازداشت ها نه به خاطر برخورده با فساد بلکه بیشتر به علت تصویه حساب های سیاسی است تغییر ناگهانی و افزایش نجومی قیمت خودرو از همان ابتدا این تردید را مطرح کرد که افزایش قیمت خودرو توسط خود شرکت های خود رو ساز و به منظور جبران خسارت های ناشی از زیان انباشته شرکت های خود رو سازی صورت گرفته و تلاش شده است تا با افزایش قیمت خودرو کمبود منابع شرکت های خود رو ساز جبران شود و از خطر ورشکستگی آنها جلوگیری شود به گزارش سی مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته از اقدام کره جنوبی در قطع همکاری اطلاعاتی کره جنوبی با ژاپن ابراز تاسف کرد و گفت این تصمیم تعجب آور تلاش های آمریکا برای توسعه همکاری های امنیتی بین دو متحد مهم آن کشور در آسیای شرقی را تضعیف خواهد کرد وی ابراز امیدواری کرد که این ارتباط مجددا برقرار شود لازم به ذکر است که کره جنوبی روز گذشته اعلام کرد توافق مربوط به تبادل اطلاعات امنیتی با ژاپن را که محور آن اطلاعات محرمانه در مورد کره شمالی است لغو خواهد کرد دولت کره جنوبی دلیل این تصمیم را اختلافات تجاری شدید با ژاپن اعلام کرد که تحت تاثیر آن روابط دو کشور به نازلترین سطح از سال 1965 و شروع مناسبات رسمی بین کره جنوبی و ژاپن سقوط کرده است. تاروکانو وزیر خارجه ژاپن این تصمیم را شدیداً تأسف بار توصیف کرد. و برای اعتراض به ارتباط دادن تجارت با مسائل امنیتی سفیر کره جنوبی در توکیو را احضار کرد از اوایل امسال ژاپن بر صادرات سه ماده شیمیایی مورد نیاز برای تولید رسانه ها و صفحات تصویری که از اقلام اساسی واردات کره جنوبی هستند محدودیت های بیشتری وضع کرد و این کشور را از فهرست شرکای ارجح در تجارت خارجی حذف کرد به گزارش رویترز وزیر خارجه کره شمالی مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا را گیاه سمی دیپلماسی آمریکا خواند و قول داد این رویای پوچ را که تحریم ها موجب تغییر در پیونگیانگ خواهد شد نقشه براب کند وی گفت نمیتواند سخنان نسنجیده مایک پومپئو را ندیده بگیرد و آنها را بیپاسخ بگذارد چرا که او این سخنان را در بحبوهه از سرگیری احتمالی گفتگوهای ای بیان کرد به بی تصریح کرد پومپئو مرد وقیه بیچشمرو و دروی است. چون چند بار که به پیونگیانگ آمد و با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد برای حل مسئله هسته این کشور و بهبود روابط دو جانبه التماس می کرد. وی افسود کره شمالی برای هر دو گزینه گفتگو و رویارویی آماده است با این حال هشدار داد اگر آمریکا به مقابله با این کشور با تحریم ها ادامه دهد کره شمالی تلاش خواهد کرد همچنان بزرگترین تهدید علیه آمریکا باقی بماند وزیر خارجه کره شمالی اظهارات علیه پومپئو را در اعتراض به سخنان وی در یک مصاحبه بیان کرد پومپئو گفته بود آمریکا تحریم های فلج کننده علیه کره شمالی را حفظ خواهد کرد مگر اینکه این کشور اقدام به خلع سلاح هسته‌ای خود کند کارشناسان معتقدند که این سخنان می تواند شانس مذاکره آمریکا و کره شمالی را کاهش دهد به خصوص که کره شمالی قبلا نیز خواستار تغییر پومپئو شده بود علاوه بر این کره شمالی به تازگی ظاهرا در اعتراض به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی که سه پایان یافت چندین آزمایش موشکی انجام داد به گزارش رویترز رفتار بوریس جانسون در دیدار با مکرون در فرانسه جنجال برانگیز شد. بوریس جانسون که در دوره ی حیات سیاسی خود رفتارهای غیرمعمول داشته، در زمان حضور خبرنگاران در یکی از اتاقهای کاخ الیزه با آنها شوخی می‌کرد و برای مدت کوتاهی پای خود را روی یکی از میزها دراز کرد. دقایقی پیش از ثبت این عمل امانوئل مکرون ضمن رد تجدید نظر کلی در توافق برگزیت تاکید کرده بود که مدت زیادی تا مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی نمانده است بوریس شانسون در توضیح این عکس و فیلم حرکت غیرمعمول دیپلماتیک خود را با عنوان احساس بودن در خانه خود توجیه کرده است به گزارش رویترز، آنتونیا گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با دعوت از جامعه جهانی به تلاش برای نجات آمازون گفت که نسبت به این رویداد شدیداً نگران است. سازمان جهانی هواشناسی نیز روز پنجشنبه این حریق را یک بحران بین المللی توصیف کرد. آتش سوزی بزرگی که از 18 روز پیش در جنگل های آمازون آغاز شده هر روز دامنه های تازه تری پیدا می کند و نیروهای دولتی هنوز نتوانستند آن را خاموش کنند. تخمین مساحت منطقه درگیر حریق و میزان پیشرفت آتش در آمازون به آسانی میسر نیست. قطع بیرویه درختان و جنگل زدایی مهمترین عامل بروز این آتشسوزی بزرگ بوده است. این سازمان همچنین گفته است که شمار آتش های جنگلی در برزیل از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته به میزان دست کم 84 درصد افزایش یافته است. آمازون وسیع ترین پهنه جنگل های حاره ای در جهان را در خود دارد و 60 درصد جنگل های آن در خاک برزیل واقع شده است. رود آمازون که یکی از بزرگترین رودهای جهان است در همین منطقه جاری است. روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به موضوع بحران در هنگ کنگ پرداخته و در آستانه نشست هفت کشور صنعتی می نویسد رهبران هفت کشور صنعتی در جریان نشست خود باید پیام محکم و قاطعی را به چین بدهند روزنامه واشنگتن پست با اشاره به تظاهرات میلیونی اخیر در هنگ کنگ و واکنش دولت چین به آن می نویسد تا کنون رفتار غرب در قبال چین بسیار نرم و آرام بوده است اما اکنون لازم است که اروپا این موضوع را به چین یادآوری که در صورت برخوردی نامناسب با معترضان هنگ کنگی این رفتار چین بدون پاسخ نخواهد ماند واشنگتن پست به مسئله سرکوب آزادی ها و حق شهروندی معترضان هنگ کنگی اشاره می کند و مینویسد اروپا می, می بایست در مورد دفاع از آزادی های مدنی در هنگ کنگ موضع قاطع و روشنی داشته باشد در این مقاله از سیاست های اخیر آقای ترامپ در قبال دولت چین هم انتقاد شده و واشنگتن پست می نویسد موضع نرم آقای ترامپ در مورد رئیس جمهور چین بدترین سیاستی بود که در این زمینه اتخاذ شد و لازم است که رهبران اروپا سیاستی متفاوت از سیاست آقای ترامپ را در قبال چین در پیش بگیرند نشریه هیل ما خبر میدهد که سارا سندرز سخنگوی پیشین کاخ سفید به زودی به عنوان همکار مطبوعاتی در شبکه فاکس نیوز مشغول به کار خواهد شد خانم سندرز از سال 2017 در سمت سخنگوی کاخ سفید فعالیت کرد اما حدود سه ماه پیش از سمت خود کنار رفت پیشتر گفته میشد احتمال خانم سندرز در انتخابات آینده فرمانداری ایالت آرکانزاس نامزد شود اما اکنون شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرده که او به زودی در این شبکه مشغول به کار خواهد شد و برنامه های تفسیر سیاسی را اجرا خواهد کرد شبکه فاکس نیوز یکی از شبکه های نزدیک و مورد علاقه پرزیدنت ترامپ است اما روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به این پرسش میپردازد که چرا با وجود رطوبت و بارش فراوان در منطقه جنگلی آمازون ما آتش سوزی آن هستیم واشنگتن پست می نویسد نخستین دلیل و عامل این اتفاق یعنی آتش سوزی عامل انسانی است که موجب شده سالانه تعداد زیادی از درختان جنگل های آمازون از بین بروند بخش زیادی از برگ‌های این درختان در طول تابستان بر روی زمین باقی می ماند و خوش می شوند و منشأ آتش سوزی می شوند موضوعی دیگر که باز هم عاملی انسانی است شیوه است که کشاورزان برای تمیز کردن مزارع کشاورزی خود از آن بهره میبرند و با آتش زدن باقی مانده های زائد مزارع موجب گسترش آتش سوزی می در کنار این عوامل انسانی خوش سالی های موردی و فصلی نیز عامل دیگر این آتش سوزی ها هستند دانشمندان در این زمینه هشدار دادند که امسال شاهد آتش سوزی های بیشتری نسبت به سال پیش بودند و این روند می باز هم اتفاق بیفتد آنها میگویند از آنجا که آمازون سهم بزرگی در تنفس و حیات کره زمین دارد و نزدیک به یک چهارم دیوکسید کربن جذب شده توسط جنگل ها از طریق آمازون انجام می شود این روند یعنی آتش سوزی های پی در پی در آمازون می تواند به بحران گرمایش زمین دامن بزند.